بسم الله الرحمن الرحیم. میم به برنامه کویک بوکس. در درس روز گذشته ما روی آیتم لیست صحبت کردیم و در آیتم لیست سه دانه سرویس آیتم اد کردیم و یک دانه اینونتری پارت اد کردیم که به نام اینتل کور i7 سی پی یو یاد میشه. وقتی که شما در آیتم لیست اینونتری پارت اد میکنید، این مربوط شما میشه. شما نوع بزنس خود به خود در نظر میگیرین و اینونتری خود در برنامه کویک بوکس اد میکنید. مثلا اگر شما خریداری و فروشات بخش هاردویر کامپیوتر دارین، کلش دیگه درج میکنین. از چی طریق درج میشه؟ مثل که دین روز ما شما صحبت کردیم، رایت کلیک میکنین، نیو انتخاب میکنین و بعد از اون اینجا اینونتری پارت انتخاب میکنین. سرویس آیتم خود گفتیم که فقط خدمات است، یعنی چیزی که سرویس آیتم به قسم میشه که ما باید، مثلا ما یک مشتری داریم به نام احمد، ما مصروف هستم، مشتریم که است به یک وندر ما روان میکنم که بیادر شما بر از او سرویس بدین، باز ما مشتری خود چارج میکنیم. اینطور نمیشه. بعضی مردم چی میگه؟ میگه سرویس چیزی است که ما از کسی دیگر نمیخریم، فقط به مشتری خود چی میکنیم؟ خود ما پروواید میکنیم. نه، برعکس گفتم، عام سرویس قسم میشه که ما تنها به مشتری خود ما ارائه کنیم سرویس. مثلا یک ترینینگ میتم خود میدم، یا بعضی اوقات میشه که مثلا تکنیکال سپورت هم یک سرویس است. مصطفی میاد برای ما میگه که بدر سرور کویک بوکس ما داون شده، کویک بوکس ما این میره برای ما، شما چی کنین؟ پس ریپیر کنین یا ترابل شوت کنین یا اپ کنین. ما ایره با جبارخیل معرفی میکنیم، این وندر ماست که بدر این مشتری ماست، شما برای او سرویس بدین. پیسر باز ما شما گپ میزنیم. این مشتری ما که برام مصطفی سی پیش ما میاد، ما برایش اینوایس میدیم، پیسر ما میگیریم، اینا میگیرن، باز ما بین هم کس دیل داریم. مثلا از این 5000 میگیریم، برای از 3000 میدیم. اینطور میشه. و اینونتری پارت چیزی است که ما میخریم و دوباره پس میفروشیم. اگر شما مثلا هاردویر میخرین میفروشین، هم دای درج میکنین. اگر شما سافتویر، مثلا ما لایسنس ویندوز ده، لایسنس برنامه کویک بوکس، لایسنس آفیس یا خریداری میکنین پس میفروشیم، کلش در اینونتری پارت میاد. اگر شما فارماسیوتیکال کمپانی در مثلا فارماسی دارین یا دواخانه دارین، هر چی که دارین، چیزی که شما خریداری میکنین میفروشین، کلش باید دیگه چی شوه؟ ارد شوه، در اینونتری پارت ارد شوه. صحیح شد؟ نه، چیزی که شما میخرین باید دیگه ارد کنین. نه، کاست آف گود سیلز خود اکاونت است، در چارت اکاونتس ما شما اینونتری پارت که ما شما ارد میکنیم خودش لینک میشه، او خودش اتوماتیکلی لینک میشه، او جدا گپ است. مثل که ما شما سرویس به مشتری ارائه میکنیم یا نمیکنیم، در این سرویس باید ما یک اکاونت داشته باشیم. پولی که ما از طریق سرویس آیتم به دست میاریم، او با اکاونت سلز در برنامه کویک بوکس در چارت اف اکاونتس وصل میشه، لینک میشه. اگر لینک باشه خوب، اگر نباشه خودت لینک میکنی. مگر سی او جی اس که از کاست اف گود سولد که است، او اتوماتیکلی با تمام اینونتری پارت که ما در اینجا ارد میکنیم خودش لینک میشه. صحیح؟ چیزی که ما میخریم، چیزی مواد خام که از هر چی که است، این کلش در کاست اف گود سولد اتوماتیکلی لینک میشه. اگر لینک نبود ما خود ما لینک میکنیم. صحیح؟ خب ما فقط دین روز در اینونتری پارت یک آیتم اد کردیم به نام چی؟ به نام کور i7 اینتل سی پی یو. حالا چی میکنم؟ مثلا ما یک مین آیتم اد میکنم، دل لاتیتیود. دل کمپیوتر نیست، مدل لاتیتیود که است 5870 اینی مدل که است. ما بیتری هم میاریم، کیبوردش هم میاریم، سکرینش هم میاریم، به اون شکل دیگه چیزها رو میاریم در بازار میفروشیم. اول این ما یک مین آیتم جور میکنم. این چی میکنم؟ دل لاتیتیود 5870. مثلا ما از کمپانی چی دوا که کمو کمپانی ده پاکستانی جی اس کی کمپانی است، یا کمپانی دیگه است، او رو شما یک دفعه مین آیتم میشه درج میکنید اینجا. بعد از چقدر سب آیتم که ما شما داریم، بعد از او را د سب آیتم اد میکنیم. مثلا دوا امرای ما شما پر استانبول هم است، به طور مثال دیگه چیز دوایی که است، تبلت که است، شربت که است، هر چی که است، او را ما چی میکنیم؟ د سب آیتم از او ما او را اد میکنیم. خب ما ایده اد کردم در اینجا، نه کاست زیر مشخص میکنم، نه پرچیز انفورمیشن، نه سیلز انفورمیشن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه یک مین آیتم است که فیزیکلی وجود نداره که ما قیمت چیزای زیر مشخص کنیم. یک عنوان از جور کردیم، بعد از اون چیزایی را که سب آیتم از مشخص میکنیم معلوماتش درج میکنیم. خب یونت آف میجرمنتش هم چی میکنیم؟ عمود میمانیم. این میشه که شما چندین دانه یونت آف میجرمنت انتخاب کنید. مثلا در اینجا میشه که شما ایچ هم انتخاب کنین، باکس هم انتخاب کنین، دوزن هم انتخاب کنین. خالی سینگل یونت آف میجرمنت بود، ما میتونیم که چی کنیم؟ در اینجا اردیم انتخاب کنیم، مالتیپل یونت آف میجرمنت برش انتخاب کنیم. خب این من چی انتخاب نمیکنم. کاستش هم میمانم و در COGS اکانت خودش هم اکانت کاست آف گودز سولد انتخاب شدگی است. در اینکم اکانت فقط سلس انتخاب میکنم بس. صحیح؟ این انتخاب میکنم. بله که اتوماتیکلی خودش قبل از قبل لینک شود. مثل مین آیتمی که ما شما در چارت اکانت جور میکنیم، اکانت بانکی را انتخاب میکنیم، باز اکانت های فریش که انتخاب میکنیم، خودش هم سب اکانت کلی چیزا معلومات برش انتخاب میشود. در این جنب باید مقسم کنیم. دیگه هیچ چیز شما دست نمیزنید. فقط چی میگین؟ نکست میگین. بعد از اون ما چی میکنیم؟ سب آیتم شارت میکنیم و دیگه معلوماتش درج میکنیم. به طور مثال ما گفتم که دل، اگر شما باز نوشته میکنید دل لاتیتیود 58 تا 70 هم مشکل نداره. اگر میگی نه تنها نوشته میکنیم که باتری، صحیح است؟ باتری نوشته کردن یا فقط همونطور میتونن 58 70 داش باتری نوشته کردم. این مین آیتم است نه این سب آیتم است. سب آیتم چیست؟ سب آیتم این دل لاتیتیود است. آله میدونی مشخصات دیگیش درج کنی. خب یونیت آف میزرمنت از چیز ایچ است، واحد اندازه‌گیریش، یعنی هر یک بیتری ایچ میانه. ما شما در پشتو اگه بگیم دسکریپشنش نوشته میکنی فقط دل، بعد از نوشته میکنی که دل 4+ hours یا ایچ نوشته کو لایف، یعنی کمپانی دل است از 4 ساعت بیشتر چارج نمیکنه، هاور لایف داره. ام بیتری مانیست 4+ hour of life داره، یعنی چارج نگاه میکنه. صحیح شد؟ با من مشخصات میره نوشته کردم. اگر دیگه مشخصات شما دارین نوشته کردم، مثلا مانیفکتچر پارت نمبر یک نمبر مشخص داره که با اون نمبر شما اون رو مشخص میکنین که بدر نشه که مشتری از پیش مامی بیتری رو ببره، باز با جای زو اونمو شکل دیگه بیتری بیاره. مدل نمبرش در اینجا درش کنین. با خود چه رقم معلومات تاسو ورکوي لیکلش مشکل نداری. صحیح ده؟ و در اینجا سلس انفورمیشن است، میگم پرچیز و سلسش یک چیز است، بیتری چیزی نداره که ما اون را تغییرات بیاریم. حتی اگر مثلا دیگه کدام معلوماتش تغییرات میخوره شما میتونید تغییرات بیارین. با چند تمام میشه برد. اگر قیمتش فیکس برات معلوم است نوشته کن. اگر قیمتش فیکس معلوم نیست بعداً باز اینوایس میتونید دوج خودت درج کنید. ما میگم به خاطر از اینکه برای ما خو معلوم است، کس دیگه اگه بیای باز برای ما معلوم نباشه قیمت کم و زیاد نکنه، ما قبل از قبل این نوشته میکنیم که 3000 افغانی $30 است. هم کرنسی ما چیست؟ بیا دا چارت اف اکانتس افغانی است. صحیح 3000 افغانی. پس دیگه که میفروشی به چند میفروشی؟ میگم 3500 افغانی میفروشم. در 3500 افغانی مفاد کنید. اکانت کاست آف گودز سولد خودش انتخاب شدگی است، شما به اون نیاز ندارین که چنج کنین. اگر شما کدام اکانت دیگر را جور کنین میتونین اون را انتخاب کنین. خب هر چه اکانت های دیگر را که جور کنین دیگه قسمت باید اصلی تایپ ازو که از کاست آف گودز سولد باید باشه، یعنی اگر نامش تغییر میتین چیز دیگه میکنین مشکل نداره، تایپش باید چی باشه؟ کاست آف گودز سولد باشه. و در اینجا میبینی شما خودش انتخاب شدگی است سلس. به خاطر چی که ما وقتی که مین آیتم انتخاب کردیم چیزا خودش چی میشه؟ یک مسئله دیگه ما نیو انتخاب کردیم، تیار قبل از قبل انتخاب شدگی بود. اگه اوکی کلیک میکردیم باز ما مجبور میشدیم خود ما انتخاب میکنیم. تکس چارج میکنیم، میگم بله چون این از بیرون میاد پس در افغانستان میفروشیم باید سر مشتری یک چیز تکس چارج کنه. تکس چه قسم جور میشه؟ دمی لیست ما شما در اینجا کماندر بنامی سل تکس باز میخونه میره. پریفر وندر خود ما براتون گفتم که وندر مشخص است که شما میشه از ما خریداری میکنید مشخص کنید، در غیر از بانی را. خب دیگه ما گفته بودیم که هر وقت ما اینونتری را اد میکنیم، اگر اینونتری سابقه اوپنینگ بالانس از سال قبلی داشته باشیم، ام ای با یک اکانت است در چارت اف اکانتس به نام اینونتری اسست در اونجا جمع میشه امانش. مثلا من نوشته کردم که بیادر آن هند ما چقدر است فعلا؟ صفر است. من نوشته کردم 20 دانه از می بیتری پیش ما از سال قبل در اینجا ماندگی بود. 10 ضرب 30 چند میشه؟ 3000. 3000 افغانی در چارت اف اکانت یک اکانت است به نام اینونتری اسست، در اونجا چی میشه؟ از اوپنینگ بالانس اد میشه که از سال قبلی امرای بگو. بدون از که است اگر ما نو خریداری میکنیم، مثلا 10 زیر نو خریداری کردیم، باز هم این پول از میره در اینونتری اسید در اونجا برای ما نشان میده که تو در بیزنس فعلا از 30000 افغانی اینونتری پیش خود داری و این در اوپنینگ بیلنس نمیاد به خاطر از اینکه ما نو خریداری کردیم. اوپنینگ بیلنس که از سال قبل مانده باشه و باز اونجا درج میشه. گرفتی مطلب ما؟ اوپنینگ بیلنس که در سال قبل کلوزینگ بیلنس باشه، در این سال اوپنینگ بیلنس میاد و چیزی که نو ما خریداری میکنه او دا چی نمیره، اوپنینگ بیلنس نمیره. خب از این داری از امی آیتم پیش خودت هست فعلا. اگر هست برو در اینونتری سایتس. ما سایت فعال کرده بودیم نکرده بودیم، در اینجا نکردم فعال. میتونی که سایت ها را مشخص دور نوشته کنی که در کابل مین برنچ همراه ما اینقدر است، در بغلان اینقدر است، ننگرهار اینقدر است، او درش کن. باز مکمل قیمتش در اینجا میاد یا از کدام تاریخ پیش بود او را انتخاب میکنی. بعد از توتال اینجا میاد و پیسیش باز اوکی که کلیک کنید چارت اف اکانتس میاد. ما میگم نه بیادر از این ما فعلا هیچ چیز ندارم، ما یک آیتم دیگر جور میکنم به اون شکل سب آیتم نکس انتخاب میکنم. سپلینگ چک است میگم میره ایگنور کو. باز آمدم گفتم بیادر ما دمی 50 80 بود 80 بود 58 70 در یک کس ما اسکرینم داریم، اسکرینم میفروشیم از این کامپیوتر. اینم سب آیتم چی انتخاب میکنم؟ از امی دل لاتیتیود انتخاب میکنم، یونیت آف میجرمنتش ایچ انتخاب میکنم. در اینجا فقط نوشته میکنم مشخصاتش میگم 14 اینچ است اسکرین. صحیح است بس خلاص. 14 دل صحیح است بلک 14 اینچ اسکرین ایرا نوشته کنم بس خلاص. این پرچیز انفورمیشنش است و میتونی که نوشته کنی که اوریجینال است یعنی ایرا میتونی اوریجینال ایران نوشته کردم و این طرف اون معلومات خودش کاپی میشن. در کاست که هست نوشته میکنم که بیادر ایم تقریبا 1200 افغانی برای ما تمام میشه و میفروشیم میره پس به 1.5 افغانی. اکانت ها هر چیزا خودش انتخاب شدگی است، شما دیم دست نمیزنید. بعد از اون نکست آمدم سپلینگ چک ایگنور کردم، گفتم بیادر دیگه همراه ما چیستا کیبورد هستن 58 70 چیستا کیبورد لپتاپ که هستن. این هم سب آیتم چیست؟ این همی آیتم هستن. از این یونیت آف میزرمنتش ایچ انتخاب میکنم. در اینجا باز نوشتم میکنم دل بلک صحیح ویت لایت کیبورد هست که لایت هم داره که انگشت برش نزدیک کنی یک بطن کلیک کنی لایت روشن میشه. بعد از او ایرم گفتم بیادر ای به 1500 میایه میفروشیم میره بچند ایره میفروشیم با تقریبا 1800 میفروشیم یه پس. بعد از اوکی کلیک میکنم. ببینید شما امرای ما یک دانامه این آیتم جور شد، یک دانامه این آیتم جور شد به نام دل لاتیتیود. واضی مدل که هست امرای ما هم بیتری وجود داره، هم کیبورد وجود داره، هم سکرین وجود داره. رئیس برد میگه که بیادر تو برو از دل لاتیتیود 58 70 ببین که چقدر و اینونتری ما داریم. اگر نداریم کوره چی کنیم؟ ما دیگه آردر بدیم که خریداری کنیم. شما میریم در ریپورت، در ریپورت اینونتری که آمدین فیزیکال اینونتری باشید چک میکنین. اینجا برای ما کلش نشان میده میگه بیادر از یا یکیش ما نداریم از فعلا پیش ما نیست. آن هند صفر است پیش ما. میبینی فقط از کورای 7 که اون دین روز ما ارد کرده بودیم پیش ما هست وجود داره. پس به اون شکل شما چندین دارم مین آیتم و سب آیتم ارد کرده میتین. تو ما تو کمپانی اوه میایم به خاطر اگر شما به فارمیسی یا دواخانه شما مثلا میخواین که یک فارماسیوتیکال کمپانی است که شما دوا را چی میکنین صحیح است میخرین میفروشین. برای یک مثال میگیم دنیو آمدم دنیو د اینونتری پارت یا کمپانی نوم را تواخله هیلتن هم دستی راجی هیلتن خب هیلتن می انتخاب کو. این نام مین چیز است هیلتن کمپانی به طور مثال چی کردیم یونیت آف میزرمنتش هم ایچ انتخاب میکنه. اگر انتخاب نکنی هم مشکل نداره. خب اگر قبل از قبل برای این انتخاب شو بسیار خوب است. سلس ایج اکاونت انتخاب کنیم کاست و چیزای سه چیز معلوم نیست. میتونید در دسکریپشن نوشته کنید که هیلتن کمپانی کدام کمپانی است، پاکستانی است، هندی است، آمریکایی چه رقم است. بعد از او فقط چیکار میکنیم ما شما ایرم متوجه باشین که اکاونت کاست اف گود سولد و اینونتری است. این تغییرات نبرین. اگر تغییرات آوردین حسابتون خراب میشه. باز ما برای رئیس یا کمپانی رئیس یا صاحب کمپانی که راپورت داده نمیتونه که چقدر اینونتری فعلا پیش ما وجود داره. اگر دیگه اکانت انتخاب کردی به او خاطر کویک بوکس ایده قبل از قبل خودش انتخاب میکنه که از پیش کسی که استفاده میکنه اشتباه نشه از پیش. صحیح است؟ نیکس انتخاب کردم. خب دیگه اوس ما ته ویل کم پروداکت لري تاسو پرستامول دی ها برا تامول مات سپلینګ ورس ها تامول مثلا زی چې سپلینګ اشتباه نشي 100 میلی ګرام دی 500 ام جی ولیکم پتنه ام ولیکم ام جی ایره سب آیتم چی انتخاب میکنم از امی کمپانی انتخاب میکنم در اینجا آمدم هیلتن ایره انتخاب کردم یونیت آف میجرمنت که از ایچ نمیه از این مثلا چی می باکس میانه یا واقعی کنه دستی یا باکس یا نیکس کانت ایره که انتخاب کردم کانت نیکس انتخاب میکنم چی است ایچ میه دوزن میه یا بلشه متعقلشی باکس میانه در اینجا در ایره انتخاب کو ایجا نوشته کو باکس صحیح است و در ابرویژنش نوشته کو بی اکس صحیح است فینیش کلیک کردم با اون شکل قیمتش ما مشخص میکنه میگم که دا پسور از مثال یا مثال 100 روپی بیرته خرڅو پسو باندې یا سلوشل باندې ناس خو ګټه ډیره کوي سلچیت لسکی نو دام چې اٹ کړه کچیر تاسو سره ان هندي کولش ان هند اٹ کوي کني زین اٹ کوم زکه چې ان هند به حساب خرابې زوتم چې نوې دا اخلم او بیرته بیا خرڅوم چې مونږه پروفیت نت انکم چې صحیح معلوم شي مونږه بیا مې سو کو نیکس می کلیک کو اوکی بنا کلیک کوي چې بیا هم کوکی کلیک کتا سو مجبور سي دا اکاؤنٹ نشان بیا سر نه سلیکشن وکي صرف نیکس کلیک کې چې دغه نوم شان بدلیږي نور تاسو خپل ورته سلیکشن کوي بیا نو راغلم بل شي پکې اموکسلین همدا سي راځي اموکسلین ها دا سي راځي صحیح دې سپلنګي خاصی وای ان و صحیح ده ډاکټر نو خبر سره کوي ها دا نور 100 میلی ګرامي 500 ام جی دا من انتخابومه د چی شي زتم چی دا په دې کې انتخاب ما هیلټن کې انتخاب او د لپاره چی انتخابم باکس دم باکس انتخاب کو د پسودي مثلا یو مثال ورکم 200 خرڅوي په 2500 روپۍ او کنه ها 2500 نه ګټه چینی نو بیا هغه څو جوړی چې دغه نورسته اوکی کلیک کوم نو تاسو سو غوړی دا د استاد سره هیلټن کمپنی وکنه په دغه شکل به تاسو منظم سیستم جوړوي د سنشي شدا جدا ولي کې دا بیا څنګه سره ډاش کمپنی نو ولي کې نه هغه غلط دی تاسو به مین آیټم جوړ کړئ هغه نه لاندې په مارکیټ کې څومره پروډکټ لري دغه کمپنی ځان سره لیست کوي بیا بل کمپنی څومره پروډکټ لري ټول به دغه تاسو لیست کوي او زیات خلک دي د فارماسیوټیکل کمپنی لپاره دمدا بر کویک بوکس پروګرام څخه استفاده کوي همدا استعمالي بغیر داغه نه چې څومره کسان تاسو ګوري شارنو تلاړ شي د کمپیوټر پلازا نور زین تلاړ شي دا غټ غټ کمپنیانه ټول د کویک بوکس پروګرام استفاده کوي د خریداري فروشات لپاره د بزنس لپاره نو ټول آیټمونه چې تاسو اخلي او خرڅوي په بزنس کې هغه بدل د تاسو رائټ کلیک کوي نو تاسو دا بدل ته اډ کوي دي سکی صحیح ده په انوینټری پارت کې انوینټری اسمبلی سره لپاره استعمالي انوینټری اسمبلی چې دا د انوینټری پارت په اساس باندې مثلا تاسو ته مثال درکوم تاسو وګورئ ما سره دا یو لپټاپ دی کنه دې لپټاپ کې ما سره سکرین مشته دی کیبورډ هم لري دا هارد ډیسک هم لري او په همدې شکل ماوس پاډ هم لري دا کنه او ریم لري دا سي که ډیسکټاپ کمپیوټر په نظر کې ونیسو سی پی یو جدا خرڅي کنه خرڅي صحیح مونیټور جدا خرڅيږي کیبورډ جدا خرڅيږي ماوس جدا خرڅيږي که هارد ډیسک خراب شغه جدا غسل شي ریم خراب شغه جدا غسل شي دا ټول انوینټری پارت کې راځي کچېره منګه یو مکمل سیستم په نظر کې ونیسو مکمل کمپلیټ سیستم لاړ آسیا مارکیټ ټمارتل ماته یو ډیسکټاپ کمپیوټر پکار دی کم یو کور آی 5 راته پکار دی ورور کور آی 5 کمپیوټر مون خرڅو په 8000 روپۍ په دې کې یو سی پی یو دا 1000 جی بی هارد ډیسک ته پکې 8 جی بی ریم ته پکې مونیټور ټل دی سره او په دې شکل ماوس او کیبورډ هم درته درکو دا مکمل یو اسمبلی شو چې د انوینټری پارت په اساس باندې جوړي که ستاسو د کاروبار شي ته پرزه اخلي او دا به مکمل سیستم جوړه نو ته مجبور شې دلته ځان سره هغه پرزه په انوینټری پارت کې ورسې او یو د اسمبلی اکاؤنٹ جوړ کې وتا آیټم جوړ کې مثلا په کې ته اٹکې چې سی پی یو شو مونیټور شو کیبورډ شو مکمل سیستم د چیش په نامه کور آی 7 پر زیاتره کمپنی نه خپل اسمبل کوي کنه اوس دلته خو نشته افغانستان کې خو بیرون ته چي اسمبل کوي خپل انوینټری پاره اخلي سیستم خپل اسمبل کوي بیا بازار ته وړاندې کوي نو په داسې حالات کې موږ تاسو کو بخښ مو شما چې کار وکړي کې پښتو شروع کړم ولته نه کې استاد کوم طرف راځي انوینټری اسمبلی رو شما استفاده میکنیم صحیح است اگر پرزه ما میگیریم با سیستم خود ما جور میکنیم پرزش در اینوینتری پارت اد میکنیم و مکمل سیستم در اینوینتری اسمبلی اد میکنیم مثلا آفرین امی بیتری امی هر چیزی که شما ببینید نوشته کرده که این اسمبل در کجا شده در چین شده یعنی این پرزش که هست از جای مختلف است خو این اسمبل که شده در چین اسمبل شده یعنی مکمل جور شده سیستم لیکی بعضی شان باندې کن تاسو لیدلی اوسئ حالا ما چی میکنم پیش ما چون اینوینتری پارت کم هستن یک اینوینتری اسمبلی یک مثال براتون میتونم باز دیگه شب خودتون کار کنید در اینوینتری پارت امروز ما یک دانه اینوینتری پارت بود که به نام اینتل سی پی یو بود نه کیبورد تک ما ارت نکردم میگم که دل کیبورد ایرم ارت میکنم و ایره چی میکنم میگم ایچ انتخاب میکنم واحد اندازه گیریش در اینجا فقط اون چیزی که در بالا نوشته کردم ایرم در اینجا نوشته میکنم بس در انفورمیشن پرچیز و سلز انفورمیشن گفتم این میاد به در برای ما به 100 افغانی و میفروشم پس به 1.5 افغانی و اکانت ایجم سلس انتخاب میکنم در اینجا کاست اف گولد سولد انتخاب شدگی است دیاش دست نمیزنیم بعد از اون نکست سب آیتم انتخاب نمیکنم نه مین آیتم از کیبورد خودش کیبورد است دیگه پرزه نیست نه که دیگه چی باشه یعنی اینطور نیست که کیبورد در بین خود دیگه پرزه داشته باشه که سب آیتم باز مین آیتم کیبورد انتخاب کنه نکست انتخاب کردیم در اینجا باز دیگه ماوس نوشته میکنم ماوس از سیستم ماوس ای خوری کنه او ای خوری ایرم یونیت آف میزرمنتش ایش انتخاب میکنم و در اینجا میام دل ماوس نوشته میکنم و ایره کپی کردم در اینجا پیست کردم و در اینجا خودش میه ایره گفتم که پدر به 200 برای تمام میشه و میفروشیم به 250 افغانی به 250 افغانی و اکانتایش تایر انتخاب شدگی است بعد از او نکست میگم خب مونیتور ماندم رای ما دل بلاک مونیتور صحیح است مونیتور نوشته کردیم و اون معلومات کپی میکنم در اینجا فقط در پالویش نوشته میکنم که 16 اینچ اسکرین داره این طرف ایرم اد کردم ایره گفتم میای برای ما به 2000 افغانی و پس ایره میفروشم به 2500 افغانی 500 فایده میکنم بعد از اوکی کلیک کردم حالا این اینوینتری پارت که ما شما اضافه شد بر اساس ازمی ما میتونیم که یک اینوینتری اسمبلی جور کنیم یا اینوینتری اسمبلی جوړوم صحیح ده رائټ کلیک کوم اوس تاسو ګورئ دغه ریموت نه د ریموت کې څومره شان استعمال شوی دي بیټری لري دا تخت لري دا بټن لري د ترنګ مرکول شوی دی د ترنګ سکاور مرکول شوی دا ټول اسمبل شوی دی انوینټری پارت ای اسمبل شوه مثلا تخت هسته جای بیټری هسته بیټری هسته خود این کیبورد هسته و به مو شکل کاور هسته کل از اسمبل شوه یک دونه چی جور شوه ریموت جور شوه اسپیشیز حالا اگر ما بخوایم که اسمبلی جور کنیم رایت کلیک میکنیم نیو انتخاب میکنیم نیو که انتخاب کردیم میام دیگه میگم بیادر ما اینوینتری اسمبلی را ایجاد میکنم خب اینوینتری اسمبلی چی نام میتی برای از اسمبلی اول نامش مشخص کنم ما میگم که به نام انتل کور آی 3 سیستم کور آی 3 غلط کردیم فکر کنم کور آی 3 کور انتمیه CORE Core i3 صحیح است سیستم نوشته کردم در اینجا میگم به این نام یک دونه اسمبلی جور میکنیم یک مکمل سیستم جور میکنیم خب قبل از اینکه دیگه معلوماتش نوشته کنیم کل چیزای شبانه بین در کدام جای بیل اف ماتریالز خب دیگه چی چیزا به تو نیاز میشه بشکه چی تا ویلی هغه به دلته مونږ خبره کوو چې مونږ یو نوې ځانته آیټم جوړو د بشکې په مثلا دغه ګلاس کیلو 10 کیلو زای کنه هغه وته اسمبل کای ځکه انفرادي نه کیږي البته اسمبل چې تاسو پښتنه کې دي چې شي تاسو پکاريږي ضرورت هم دی کې ماته مثلا امداغاس پکاريږي یا مثلا غوړی پکاريږي 100 کیلو غوړی تاسو پکاريږي مطلب دا واغست نو زه دغه باندې خبر کوم دغه مثال دلته تر کوم نتا ضرورت ما برشمیګم کې دی امرای ما بیادر یک مونیتور به کار هسته خو دیگه یک دونه کیبورد به کار هسته امرای ما و یک دن دیگه چی به کار است ماوس به کار است و به مو شکل یک دن سی پی یو به کار است امرای ما شما سل کو اس یعنی است کور i7 ان سی پی یو ای است اینا میزید 7 نوشته میکنم به خاطر سی پی یو را 7 استفاده میکنی و نامش 3 است ایره کور i7 اقسم نوشته میکنم. صحیح شد؟ ایره نوشته کردم. The bill of material ببینین باید که بیادر. خب چند دانه از این کار داری تو؟ یک دانه از این کار میشه داری یک دانه و یک سلب چند آیتم شد؟ یک دانه بلک ایره یک زده چی میکنیم؟ چی هسته؟ مونیتور هسته؟ کیبورد هسته؟ ماوس هسته و به اون شکل در پایین میایم دیگه چی هسته؟ سی پی هسته. مکمل برای ما میگه این تمام میشه به چند؟ با 5300 تمام میشه. اگر تو امی پرزار استفاده کنی صحیح است. باز خو واحد اندازه‌گیش انتخاب میکنم ایچ معلومدار است ایچ سی پی یو فروخته میشه. خود اینجا که آمده در سلز پرایس نوشته میکنه که بیادر ای برای ما به چند تمام میشه؟ 5300 ام پرزایش هم قدر تمام میشه برای ما این رقم بخریم. خب پس این ببخشید سل پرایس است اینجا نه در اینجا کاست د کاست می 5300 در اینجا نوشته می برای ما تمام میشه به قدر. خب پس میفروشی به چند میفروشی؟ میگم این را میفروشم به 6500 این را ما میفروشم صحیح است به قدر میفروشم. تاکسی بالاست میگیم بله تاکسی بالاست. دیگه ما گفتم اتوماتیکلی چی انتخاب میشه؟ اکاونت کاست اف گود سولد انتخاب میشه و دیگه اکاونت سلسله باید ما شما انتخاب کنیم. اگر تو میخوای که مثلا چندین سلسله اکاونت داشته باش مثلا ما در بزنس هم مثلا سی پی یو را میفروشم هم لپتاپ میفروشم هم دیگه اگر تو میخوای برای ازا انفرادی سلسله اکاونت بگیری هم مشکل نداره. خو سلس کس مین اکاونت است چیزی فروشات کمپانی ما که است داخل کلش جمع میشه چیزی که الف تا یا اگر باز انفرادی میخواستی جور کنی مشکل نداره میتونی جور کنی. راستش مصاد یک قسمت اگر ما این رو خریداری کردیم و میفروشیم معلوم است بله و همین مشخصات باز ما در مشتری انتقال پیدا میکنه که ما برای ما بله. قیمت چیز شده آماده قیمت تمام شده خود دوج نشان نمیده قیمت سلس برای نشان میده تو بچن برازی این کاست اوج نشان نمیده در اینوایس برسو گپ گرفتی این قیمت در اینوایس برای نشان میشه داده میشه و این قیمت قیمتی است که پیش خود در برنامه کویک بوکس میمونه او را برای از نشان نمیده. اگر او را نشان داد خوب گپ خلاص والا که یک نفرم چیز بخره چه قزاله مست میگیر 5300 سال کو 6500 سال کو. خب این که نوشته کردین در دسکریپشن نوشته کو که مثلا انتل کل معلوماتش مکمل نوشته میکنه که کلش دو چی میره باز در اینوایس میه انتل کور i7 صحیح است. باز نوشته میکنه که یک تی بی SSD خو یک تی بی نمیه هارد دیسک است HDD است و به مشکل 2.7 گیگاهرتز پروسسور داره صحیح است پروسسورش است و به مشکل که است دل بلک 16 اینچ مونیتور سمرایش است هر چیز دیگه که است دیگه به مشکل کیبورد سمرای ما و اند ماوس این نوشته کردیم. بس بعد از ببین این سب آیتم نیست خب مین آیتم از خودش اینه که نوشته کردی اوکی کلیک میکنی وقتی که اوکی کلیک کردی سپلینگ چک است میگیم اینو ایگنور کو ایگنور که کلیک کردی حالا شما ببین یک دونه اسمبلی آیتم امرای ما جور شده ایره سپلینگش یک ذره اشتباه کردم انتر ال نوشته کردم اینجا میام ایره انتل نوشته میکنم انتل تارش دور میکنم اوکی کلیک کردم. خب حالا شما ببینید میگه برای ما یک آیتم امرای دیگه اضافه شده به نام انتل کور i7 سیستم این مشخصات دسکریپشنش هست تایپ اسی که هست اینونتری اسمبلی است میبینید یا اینونتری پارت هست و این اینونتری اسمبلی است. اکاونت کی با اون لینک سلز هست و واحد اندازه‌گیری از ایچ هست و این به تو تمام میشه بچن میفروشی بچن 6500 به این شکل شما اسمبلی رو جور میکنین. خب حالی خب ما از هیچ نداریم باز ما وقتی که خریداری کردیم باز در اینجا در مینوی اینونتری سل که یک کماند است همراه ما به نام بیلد اسمبلی است یا نیست اسمبلی این حالی تو مثلا 20 تانه کیبورد داری 20 تانه ماوس داری 20 تانه مونیتور داری 20 تانه سی پی یو داری از این میخوای اسمبلی جور کنی دادن اسمبلی جور کنی باز در بیلد اسمبلی می میشه که تو مثلا مشخص کنی که چند دانه اسمبلی برات کامپیوتر جور کنه بازی را که بیلد اسمبلی گفتی از این پرزه دادن اسمبلی جور کردی باز از این هر پرزش که است داده دانه کم میشه به خاطر اینکه یک دانه ازی به یک کامپیوتر چی میشه ضرورت میشه دادن بجای ازی که است دادن اسمبلی اضافه میشه و یک دانه که است از این کلش که است دادن که است چی میشه کم میشه یعنی یک دانه دیوایس که است دادنش چی میشه کم میشه او را باز عملی باز ما شما در مینوی اینونتری بخیر کار میکنیم که چه قسم اسمبلی جور میشه بیلد میشه جور خزیجه شد بیلد از اوجه میشه. دیگه امرای ما وقتی که رایت کلیک کنم نیو انتخاب کنم دیگه کمان دیگه که هست امرای ما به نام نان اینونتری پارت میشه. تمام از چیزا که جمعی بین شما کلش نان اینونتری پارت است. مانیتور است دیگه، مثلا فرنیچر است، به مشکل چیر چوکی است یا کلش نان اینونتری. یارا مردم چرا درج میکنن؟ هر کمپانی که شما میبینید یا به نام ویرهاوس یک بخش داره نداره جنسی که میگنه دوج تمام اجناس دفتر پیش از قید میپاشه و کلش دادن اینونتری رو ارد میکنه که سبا دفتر یارا میفروشه تصمیم میگیره که دفتر رو بفروشه. یک کس دیگه میای مشتری میگه بدر خریدار که تو رو میفروشی چقدر قیمت چقدر ایج جنس داری تو، و میگه که بدر ما با قیمت 200,000 افغانی جنس داریم فرنیچر لیستش برای ما بده. ام کسی که مسئول است میگه لیست نان اینونتری پارت برای ما پرینت کو او پرینت میکنه که اینا فرنیچر است، اینا مانیتور است، اینا کیبورد است، این چیزا را ما کلش به حیث نان اینونتری پارت به خاطر استفاده دو دفتر با خود داریم. مطلب گرفتین نان اینونتری پارت ما چی وقت استفاده میکنیم به خاطر اسی. خب اینم هیچ ارد نمیکنیم. خب ارد کردنش هم مثل زمین است، سر کو هیچ مشکل نداره، فقط ارد قیمت چیزایش نمیشه کو بس کدام گب خاص نیست. دیگه ادر چارجز کماند است برای ما شما. ادر چارجز به خاطر از استفاده میکنه. مثلا یک نفر میاد مشتری ما است، ما امروز تعهد کردیم که بیادر پول ما را باید در مدت یک ماه همیشه پرداخت کنی. خب اگر پول را در یک ماه پرداخت نکنی سر تو مثلا 500 افغانی یا 5000 افغانی دیگه هم چارج میکنیم. این ادر چارجز ما به اساس فیصدی هم میدونیم، به اساس اماونت هم میدونیم، میشه برش بگی که 2% سر اضافه چارج میکنم. یگان کمپانی خارجی کلش هم اونطور است، اگر در یک ماه پول پرداخت کردی خوب اگه نکردی 2% دیگه هم سر چارج اضافه میشه، باز دیگه هم 4% 2% دیگه هم میشه، اون تو زیاد شده میره. و بعد از اون مثلا بدون از اینکه است میتونی مثلا یک نفر کنی که بعد ما برات کویک بوکس اینستالیشن میکنیم دیگه چیزا میکنیم. خب اگه دیگه بدون از این دیگه کارا را هم سر انجام دادی مثلا 500 افغان دیگه مس پیش میگیرم، باز این میتونی شما در ادر چارجز اد کنی. مثلا ما برای این آیتم نام میدیم لیت پیمنت. ایستا هر کس که برای ما لیت پیمنت میکنه پیمنت پول اب نا وقت برای ما میتا سر از ما چی میکنم اماونت مشخص میکنی با اساس فیصدی یا پول. اگر پول نوشته میکنی مثلا مشخص 500 نوشته کن، اگر گفتی که نه ما فیصدی پول نوشتم فیصدی نوشته میکنم میگم که 5% باز امرایش فیصدی رو ذکر کو باز با اساس فیصدی میگیره اون. خب اینه که نوشته کردی در دسکریپشن نوشته کو میگم که this is the late payment charges for customers. اینه یک ارچ که نوشته میکنه نوشته کو سرازی هم تکس چارج میکنه میگیم نه تکس چارج نمیکنیم نان تکسیبل است دیگه. لیت پیمنت چارجز که نان تکسیبل است. اکاونت کی ای باو لنگ شما باید چی باشه؟ لیت پیمنت که ما میکنه مشتری برای ما میکنه خب برای ما اینکم است، یعنی پول ما به دست میاریم نمیاریم. میشه که به نام ادر چارجز یک اکاونت جور کنی یا میشه که به نام لیت پیمنت چارجز یک اکاونت جور کنی. تایپش باید چی باشه؟ اینکم باید باشه. در اینجا آمدم سل که اول ببینی که در اینکم و قسم اکاونت داریم نداریم چی میکنم در بالا میریم. اینجا آمدم در اد نیو داد نیو که رفتی به نام ادر اینکم، به نام ادر اینکم یک اکاونت جور میکنم. تایپش چیست؟ و اگر رئیس بر گفت که نه تو مشخص به من برای ما اکاونت بساز که ما در اخیر بفهم که چقدر پول ما از طریق لیت پیمنت چارجز به دست آوردیم. اینو پاک نوشته کو لیت پیمنت اینکم بس خلاص. اوکی کلیک سیو اند کلوز انتخاب کو برای این اکاونت امر موجود شد. اوکی کلیک کو. خب حالا اینو ما چه وقت استفاده میکنیم این چیزا رو؟ مثلا به طور مثال رفتم در منوی کاستمرز یک اینوایس جور میکنم. باقی اینوایس جور میکنیم. مثلا یک مشتری است اونا از پیش ما مثلا چی گرفته بود؟ قبلا که از پیش ما چیزی را گرفته بود پولش تقریبا 200,000 چقدر شد زایسته آلی برای ما پیمنت میکنه. اینوایس خب برات معلوم است وقتی که مشتری برای ما جنس از پیش ما به قرض میبره ما برای زو اینوایس میدیم. به نقد از پیش ما اگه چیزی مشتری میبره در اینجا کماند است همراه ما شما به نام انتر سل ریسپت این کماند استفاده میکنیم. صحیح است. به طور مثال ما این را اد میکنم. صحیح است. ما به مشتری یک چی میتم اینوایس میتم برای چی اینوایس میتم که این پیمنت برای من وقت کرد. به نام چی؟ به نام لیت پیمنت. سل کو لیت پیمنت چی شد؟ د پوینت پوینت است. لیت پیمنت اگه ما انتخاب کنم آله هیچ چیز نمیاره. چرا نمیاره؟ به خاطرش 5% را مشخص کردی، فیصدی چی را مشخص؟ اماونتش مشخص نیست. اگر تو بجای زی پیسه نوشتم اماونت نوشتم میگید 500 دیگه خودش چارج میشه. حالا اگر چی کار کنیم؟ ما اینجا آمدم ما میگم پیاده برای این نفر ما پروپوزال رایتینگ چی کردیم؟ اینوایس برش میدیم. خب سرازی کسی اگر لیت چارجز ما ارد میکنه، لیت پیمنت چارجز کلیک کو ازمی اینوایس ازمی آیتم کی بنامی پروپوزال رایتینگ یاد میشه چقدر است؟ 10000 5% میگیره. چقدر میشه؟ او را مرایزو جمع میکنه میگه تو باید برای ما پول کی پرداخت میکنی باید چقدر پرداخت کنی؟ 10500. یعنی به این معنی که این نفر ما یک دفعه پروپوزال نوشته کرده بودیم، پولش برای ما با وقت چی نکرده بود، صحیح است؟ حال ما از چی میکنیم؟ پیسه میگیریم. پیسه که میگیریم 10000 اوست، 500 روپیه دیگه هم رایزو چی میشه؟ چارج میشه. و یا هم بعضی دفاتر چیکار میکنن؟ امی سرمیاش نیسته، برتون معلوم است نیسته. شما وقتی که پاسپورت میگیرین، پاسپورت که میگیرین برتون میگن که 10% از یک یا 5% یا 10 روپیه 100 روپیه چقدر به سرمیاش میره، نه؟ دمو 100 روپیه به سرمیاش میره. ورق چی میگن؟ برام چی یاد میشه ورق که بنده؟ ورق که بانک میتا میگه ورق بانکی که هسته. ده اونجا نوشته میکنه اون که میری ده بانک تاویل میکنه اونجا برت میگه که 100 روپیه به سرمیاش تمو از پیش مفت میگه طرفی بانکی که میگه نه سر کو. حال شما میتونید ایرا د پیمنت د چی بیاین د ادر چارجز نوشته کنین که مثلا سرمیاشته رید کراس میگه نه رید کراس چارجز یا مثلا پیمنت ایجا اومد نوشته میکنم که به ادر 100 افغانی این دفعه 100 افغانی فکس نوشته میکنم. اینجا اومدم به نام رید کراس انکم یا هر نام که میتونم مشخص کنم، مشکل نداره. ما این رو پاک کردم، پسم اکانت که خود ما جور کردم او رو انتخاب میکنم، سرویس اینکم اوکی کلیک کردم. حالا مثلا هر وقت که به مشتری ما اینوایس جور میکنم، اینوایس مشتری هر کس که هست اومدم گفتم این اسپیس شما اینمی سرویس میگیره در پالوی زی که این 10000 افغانی میشه ما 100 روپیه میگم که به خاطر اسرامیاش اسپیس زی میگیریم مکمل چقدر میشه 10000. به این خاطر ادر چارجز اکانت که شما استفاده میکنه آیتم هر رقم که در سیستم شما جور میامد به اون شکل به خود استفاده کنیم. ما مثالش برای گفتم که در کجا ما استفاده میکنیم. باز رایت کلیک کردم، رایت کلیک کردم، نیو رفتم، در نیو که آمدیم دیگه کدام تایپ هستم روی ما بنامی سب توتال است. اگر میخواستیم که مثلا امی چیز آیتم هایی که ما در اینوایس داریم در پایین توتال شود، باز ما شما یک آیتم بنامی سب توتال جور میکنیم. خب شما که سب توتال میکنین به اساس چی رو توتال میکنین؟ اماونت رو توتال میکنی، کوانتیتی رو توتال میکنی، کاست یا پرایسش. ما میگیم اماونت رو توتال میکنم. این نام بدی مثلا توتال اماونت این نام دادم. صحیح است؟ اوکی کلیک کردم. اوکی که کلیک کردین. حالا که ما بیان د مشتری د کرییت اینوایس مثلا با یک مشتری ما اینوایس جور میکنم. پروپوزال رایتینگ است. دیگه برازو ما کویک بوکس دسکتاپ ترنینگ پروواید کردیم. مکمل چقدر شد؟ 13000. اینجا خونش هم میاد آگامی خود پایین اینجا خودش کلش توتال کنه بعد اینجا یک اموز توتال آیتم بنام توتال اماونت که سور انتخاب کو اتوماتیکلی خودش چی میکنه؟ توتال میکنه برای ما. اگر پرینت پریویو بری سر کو دایرکت د میوزیک از می آیتم که سور برای ما امو سب توتالش نشون میده اینجا توتالش برای ما میگه. صحیح شد. این به خاطر از استفاده میشه که تو میخوای یک آیتم جور کنی به خاطر سب توتال. دیگه رایت کلیک میکنم، نیو انتخاب کردم، نیو که انتخاب کردم برای ما دیگه گروپ هستم. گروپ ما به خاطر از استفاده میکنیم که مثلا ما دفتر خود به طور مثال پروگرام ورد هم درس میدیم، اکسل هم درس میدیم، دمی کورس در نظر میگیریم. ورد هم هست، اکسل هم هست، اکسس هم هست، پاورپوینت هم هست. ایره هر کدام جدا جدا بعضی اوقات مردم میخوان، بعضی مردم میای که بیادن میره مکمل یک جای میخوانم، فیسش یک جای برد پرداخت میکنم. حالا اگر ما برای از یک دفعه ورد جور میکنم، باز اکسل جور میکنم، باز پاورپوینت جور میکنم، جنجال است. کلش یک پیکیج جور میکنم، گروپ جور میکنم، برش میگم من بعدا بلش میتونم از برام پیکیج اون نفر پیش خود بل می داشته باشه، همیشه به اون بل کیس میتونه مکمل پروگرام آفیس در اینجا بخونه. اگر تو میخوای یک پیکیج جور کنی، باز به خاطر از ما گروپ استفاده میکنیم. رایت کلیک کو بیا دنیو، دنیو که اومدی ما میگم ما یک گروپ جور میکنم به نام چی؟ فاینانشل منیجمنت. صحیح است؟ فاینانشل منیجمنت ایره که چی کردی؟ فاینانشل منیجمنت سافت ویر ایره نوشته کرد. خدای گروپ تو میشه که در دسکریپشن نوشته کنی، هرچی که نوشته میکنی. خب ایره آل نوشته نکو، اول کدام آیتم ها رو دایی اینکلود میکنی او رو مشخص کو، بعد از اون دسکریپشن معلومات نوشته کو. لیکن دایی امرای ما بیادر یک کویک بوکس دسکتاپ ترنینگ هستن، یک کویک بوکس آنلاین نداریم، کویک بوکس آنلاین نیستن و تکنیکال سپورت هم است. این دو دانه را ما ترینینگ میدیم. صحیح است؟ خب کوانتیتی از این چند است؟ یک دانه است، یک دانه ایسته. در دسکریپشن نوشته کو که مثلا this package include what include training plus QuickBooks training plus technical support اینو نوشته کن بس اوکی کلیک. اینا اوکی کلیک کردن وقتی که ما یک شاگرد یا یک مشتری آمد گفت ما سرویس شما را کار داریم. کدام سرویس کار داری؟ ام بیادر تکنیکال سپورت کار داریم از شما و ام ترنینگ کار داریم. خب ما برای یک پیکیج داریم بیادر سرویس. اینجا به بنام چی بود؟ بنامی فنیشر منیجمنت سافت. دبالا است نه؟ پوینت اینجا است. ایلا کلیک اتوماتیکلی او آیتم را خودش اینکلود میکنه و برای ما میگه که مکمل اماونت از چقدر میشه. اینکلود کرده نکرده صحیح است. این سال کو برای ما میگه که از این چقدر است؟ 3000 و تکنیکال سپورت فکر کنم رایگان است. میبینی چه تکنیکال سپورت چیست؟ اماونتش مشخص نیست مکمل چقدر میشه 3000. یعنی اگه نفر یک پکیج میگیره تو اگه جدا او رو انتخاب میکنی جنجال زیاد برای ما. اوج یک پکیج جور کو برش پکیج که انتخاب کنه کل آیتم خودش چی میشه اینکلود میشه برسو. پوش مطلب دو است. حتی تو مشکل نشته و سپورت خبر نشته. بل رایت کلیک میکنی نیو تلاردم. در این چپاس دیگه چیز همراه ما شما دیسکاونت بسیار زیاد استفاده میشه. دیسکاونت هم مثل ادر چارجز میتونیم به اساس فیصدی ما جور کنیم و هم به اساس اماونت جور میکنیم. مثلا ما گفتم که هر کس که خریداری میکنه از پیش ما از 10000 بالاتر بر از او 5% ما دیسکاونت میدیم یا 500 افغانی دیسکاونت میدیم. خیلی جمعیم دیسکاونت که انتخاب کردیم چی نام میگم فکس دیسکاونت. خب نوشته کردم که سلس دیسکاونت بالکل سلس دیسکاونت ایرا انتخاب کردیم. یک دفعه ایرا بنا اساسی پرسنتیج در اینجا داش پرسنتیج نوشته میکنم صحیح است. پرسنتیج نوشته کردم و در اینجا میگم که بیادر 5% صحیح شد. خب همیشه که شما به مشتری دیسکاونت سل کنید یک ما دیسکاونت الاود داریم یک دیسکاونت ریسیو داریم. دیسکاونتی که ما به مشتری میدیم او رو به نام دیسکاونت الاود یاد میکنه که ما به مشتری خود دیسکاونت میدیم و یک دیسکاونتی است که وندر برای ما میده او رو به نام دیسکاونت ریسیو یاد میکنه ما ریسیو میکنیم و دیگه کس که دیسکاونت میدیم دیسکاونت الاود و همیشه. خب اینجا که معلومات درج کردی فیصدیش هم ذکر کردی تکس هم نان تکسبل انتخاب میکنیم. دیگه باید ما شما یک اکاونت داشته باشیم به نام دیسکاونت الاود و همیشه که شما در برنامه کویک بوکس البته است در برنامه کویک بوکس که شما دیسکاونت الاود اکاونت جور میکردین تایپش باید اینکم باشه. چی باشه؟ ای فکس است. دی ما شما کار زده نمیتونیم که استاد علی چرا که است مثلا دیسکاونت الاود که ما به مشتری دیسکاونت میدیم این خود معاید میشه این خودش که فکس است. همیشه مثل که ما شما میگفتیم که هر نوع اکانت بانکی را ما شما جور میکردیم کیش جور میکردیم در کویک بوکس در چارت اف اکانتس ما شما تایپش چی میگرفتیم بانک میگرفتیم. در اینجا باید شما چی میگیرین اینکم میگیرین. در اینجا نام بررسی میتیم که اکسپنس دلتا با کویک بوکس کی تو اینکم ورته انتخاب زکه می داده دونه خبر اول تاکید می تو کوش وی دیسکاونت الاود کله چی هغه مو ته دیسکاونت راکی وندر مو ته دیسکاونت راکی به هغه زموږ په انکم کې راځي صحیح ده پیسې دې موږ د پاره کنه هغه لپاره اکسپنس راځي دا خبره د زمانو د سره خو دلته په کویک بوکس کې به ته څه انکم انتخاب دا فکس شوی خبره پوه شوی کله په یاد ګوره زه چې څه کوم دا کینسل کوم دا مې کینسل کړه چې کله دلته غواړم टाइप अकाउंट जोड़ को ऑटोमेटिकली क्विक बुक्स के अगर टाइप چی جوړی ماته انکم انتخابي په دې خاطر باندې لکه کستا په یادي مونږ چې مخکې دلته آیټم هغه انوینټری پارت انتخابوله ऑटोमेटिकली क्विक बुक्स د دې لپاره انوینټری اسټ انتخابول د دې لپاره کاست اف ګډ سولډ انتخابوله صحیح ده. نو زسه کوم دلته راغلم ډیسکاونټ په انتخاب کو ډیسکاونټ په اساس فیصدی دلته مولي کو 15% صحیح شو او دلته راغلم نو اکاونټ مې جوړ کړم د چی شي په نوم د ډیسکاونټ الاود صحیح شو. بعد از سیو ان کلوز گفتم میره که کلیک کری بعد از تکس کودش هم نان تکسبل انتخاب میکنم اوکی. یک دانه دیسکاونت آیتم جور کردیم به نام دیسکاونت به اساس پرسنتیج دیگه جور میکنم به اساس اماونت. اینجا آمدم گفتم دیگه دیسکاونت آیتم جور میکنم به نام دیسکاونت اماونت نوشته میکنم صحیح است. چقدر است؟ 500 افغانی کسایی که از پیش ما خریداری میکنن از 10000 زیاد برای زود 500 افغانی دیسکاونت میکنیم. اینم دیسکاونت الاود انتخاب میکنیم. صحیح است؟ اوکی کلیک کردم. اوکی که کلیک کردین اول شما ببینید یک بر اساس اماونت شد، دیگهش بر اساس پرسنتیج شد. دیسکاونت اماونت سلز دیسکاونت اماونت نوشته میکنم اینجا. این ادیت میکنم ببخشید. این رایت کلیک کردم ادیت کردم که ذرا واضح تر شود. سلز صحیح است؟ دیسکاونت و داش بعد از اماونت نوشته میکنم. اوکی. حالا شما ببینید آمدم در منوی کاستومرز در اینوایس. در اینوایس که آمدم یک مشتری ما هست آمد گفت برای ما پروپوزال رایتینگ بده. پروپوزال رایتینگ کوڈیشن اینوایس چقدر میشه؟ 10000. معلومدار است 10000 گفتم که کس خریداری میکنه یا بهش 5% دیسکاونت بدی و یا هم 500 افغانی دیسکاونت بدی. اینجا آمدم امو دیسکاونت آیتم انتخاب میکنم. اگر تو مثلا سلز دیسکاونت اماونت انتخاب کرده اتوماتیکلی 500 افغانی چی میشه؟ کم میشه. دیسکاونت خودش اتوماتیکلی چی میشه؟ ماینس میشه. در اینجا ببینید این که ماینس شو مکمل باید چقدر پیمنت کنه برای ما؟ اگر پرسنتیج هم باشه اگر پرسنتیج آل خود ما 5% گرفتیم اتوماتیکلی 500 افغانی میشه. اگر زیاد باشه زیاد کات میکنه. سل کجا؟ مثلا 10% 1000 چی میکنه؟ دلتا بیا که پرسنتیج کم میکنی؟ دلتا کیگی خو آلتا فیکس دیگه ورکه دلتا سکولش ملاس پرسنت 10% نوشته کردم. بخشیم 10% قلش ذکر نکردم 10%. انتر کلیک وال چقدر شد؟ دیدی یعنی تو میتونی چینج کنی خو فیکسش دوچه است. یعنی ایرا و ما ماینس هم نوشته نمیکنم سر که خو اتوماتیکلی ورا ماینس میکنی چون آیتم تایپ چیست؟ آیتم تایپ ازی که است؟ چیز تا دیسکاونت است خودش رو منفی میکنه. استاد قاعده به نان ولی کو به کم زیاد کولش کنه او البته که چی اون لیکه ام کولش یا کوم لیکه ام کولش استاد سو کده تغییرات آوردن ما میتونیم در اینجا میتونیم اگه دو جور خالی بانیم هم میشه بس خالی که ما مجبور اسم هر دقیقه خودمون فیکس نوشته کنیم خویی به خاطر کسای استفاده میشه جای استفاده میشه که یک اماونت فیکس کس سلز میکنه اس پیش ما این اتومات هم میتونیم که از 10000 خودش اتومات اضافه کنم ما خیلی اضافه کنم بله مشکل نداره. خب دیگه من پوشوی این را به خاطر از این استفاده میکنیم دیگه باز رایت کلیک کردم نیو انتخاب کردم دیگه چیز هم رای ما پیمنت است. پیمنت ها ببینید ما به چند شکل استفاده میکنیم. بعضی اوقات اگر بایدتون باشه که بعضی مردم برای ما ادوانس پیمنت بکنه مثلا ما فروشات دارم اینوایس خو معلوم دار است که اینوایس ما به کس میدیم او را به قرض میدیم یک نفر برای ما ادوانس پیسه میگه بیاد 10000 اینوایس چیستا پروپوزال رایتینگ است این 1000 افغانی رو پیش دیگه پیشتی صحیح است. اگر تو میخوای که اتوماتیکلی باز کم شوه از اینوایس باز دو تا حالت ما از کماندی پیمنت استفاده میکنیم. آمدم دیگه نام میتون برازی ادوانسد received یا advance payment نوشته کردم که نفر چقدر برای ما advance payment کردم. خب این رو مشخص میکنی که این advance payment به خاطر کش استفاده میکنیم میگیم بله این advance payment که ما میگیریم automatically میره در کدام جه میره the undeposited fund میره ما گفته بودیم یا نگفتیم آله میگیم اگر نگفته باشیم همیشه که ما از مشتری پول میگیریم در کویک بوکس در چارت اف اکاونت یا اکاونت خود کویک بوکس جور میکنه ما جور نمیکنیم مثل کاست آف گودز سولد وری اینونتری اسید وری خود کویک بوکس جور میکنه به نام ان دیپوزیتد فاند این پیسه کلش میره ده اونجا باز از او اکاونت ما پیسه را دیپوزیت میکنیم یا در بانک دیپوزیت میکنیم یا با کشیر میکنیم به این معنا روزمره چیزی فروشات که ما میکنیم پول در داخل میندازیم یا نه این به نام ان دیپوزیتد اکاونت یاد میکنه باز از این ما او را جمع میکنیم در روز اخیر اگر پیسه بیخی زیاد باشه با کشیر میگیم کی در بانک ببر در بانک دیپوزیت کنیم اگر مناسب باشه با کشیر میگیم در جیبت باشه ای پیش کشیر ما کش اکاونت در اوج دیپوزیت میکنیم. پس برای ما پرسان میکنه از پیش ما کی تو میخوای در اند اتوماتیکلی خمیر خودش در کجا میره در اند دیپوزیت فند اکاونت میره میخوای در کدام جای دیگه دیپوزیت کنی در بانک دیگه جای میگیم نه اما اکاونت خوب است که معلوم شو برای ما چقدر پیسه در هر روز پیش ما جمع میشه. اوکی کلیک کردم اوکی که کلیک کردی در دسکریپشن هم چیزی نوشته نکردم اون را خودتون نوشته کردید چی نوشته میکردیم. آمدم در کاستمرز تا اینجا که آمدم در کرییت اینوایس جور میکنم. اینوایس به کی جور میکنیم تانوز مشتری ندارم نامش هم تو میمانیم فقط آیتم انتخاب میکنیم میگم یک مشتری است از پیش ما برش پروپوزال رایتینگ چی جور میکنیم اینوایس پروپوزال رایتینگ چقدر میشه 10000. خب یک چیز متوجه باشی که نفر برای ما پول هم داده چقدر پول داده ادوانس پیمنت چقدر پیمنت کرده اماونت مشخص کنم. میگم این برای ما 2000 افغانی پیمنت کرده، اتوماتیکلی چی میشه؟ بالانس دو بالانس چقدر شد؟ 8 و اتوماتیکلی چی میشه؟ منفی میشه. و این پول ده کجا میره؟ اتوماتیکلی ده اند دیپوزیت فند او جمع میشه که پیش تو 2000 ما پیسه را گرفتم از مشتری، تا جیب خود ماندم. خدا کویک بوکس هم باید تو برسونه که ما ادوانس چقدر پول گرفتیم از مشتری خود. مطلب گرفتین شما ایرا اتوماتیکلی سال کو از این کم شد. اگر این ما صفر کنم ایچ نگرفتم ادوانس پیمنت ها ایچ 10000 افغانستان ایرا به خاطر از استفاده میکنیم دیگه. به اون شکل رایت کلیک کردم، نیو انتخاب کردم، نیو که انتخاب کردم رای ما شما سل تاکس است. سل تاکس دو قسم است، یک سنگل سل تاکس است، یک گروپ سل تاکس است. سنگل سل تاکس به این معنا مثلا ما در افغانستان 4% سل تکس داریم، چیزی فروشات که میکنیم 4%ش به دولت مالیه پرداخت میکنیم، هست یا نیست؟ اما قسم هست. و یا گروپ سل تکس، مثلا ما بیبر لویزی سلس که میکنیم 4% مالیه رو پرداخت میکنیم، 2%ش مثلا به نام استیت تکس یاد میشه، 2% دیگهش مثلا به نام دیگه فدرال تکس. در افغانستان خو نیست، خود خارج است، استیت تکس هست، فدرال تکس هست، دیگه انواع مختلف تکس هست. بعضی مشتری ما قسم است که سلسو بدون از این سنگل سل تکس 5-6 قسم تکس ما سرش چارج میکنیم. در اون حالت باز ما از گروپ تکس استفاده میکنیم. مثلا اول سنگل تکس استفاده میکنیم، سنگل تکس هم گفتم و گروپ تکس هم که از اساسی سنگل تکس جور میشه. مثل که اینونتری پارت بود، اینونتری اسمبلی بود. اینونتری اسمبلی رو ما اساس اینونتری پارت جور میکردیم، اول پارت جور میکردیم بعد از اون اینونتری اسمبلی. ایجم که از ما گروپ سل تکس هم اساس سنگل سل تکس جور میکنیم. نوشته کردم که سلز تکس صحیح، اگر مشخص میکنید اول هم مشکل نداره 4% dash sales tax صحیح شد. و در اینجا دسکریپشن هم چیزی که در بالا نوشته که خودش میاد نامت نوشته کپی کو پیست کو در اینجا فیصدی رو مشخص میکنید. اینا نمیتونیم بر اساس اماونت نوشته کنیم، بر اساس تکس همیشه بر اساس فیصدی است. 4% نوشته کردم. خود تکس که ما میگیریم سل تکس به کی میدیم؟ به دولت میدیم یا نمیدیم؟ باید در اینجا ما شما در برنامه کویک بوکس یک وندر داشته باشیم به نام چی؟ به نامی گورنمنت سل تکس دیپارتمنت. مثلا از ما شما چیست؟ وزارت مالیه است، او میگیره نه. اینجا بیا فعلا پیش ما وندر نیست، اینجا بیا آرت کو، آرت کو به نام چی وندر آرت میگیره. میتونی که نوشته کنی که سل تکس ایجنسی گورنمنت سل تکس دیپارتمنت یا ام او اف. ام او اف نوشته کردم و در پالیش نوشته میکنم که سل گورنمنت جی او وی نوشته میکنم سل تکس دیپارتمنت دپت ایر نوشته کنم بس بس. یا ای تو را میتونه که ایر داخل نوشته شو بسیار خوب میاد گورنمنت سل تکس دیپارتمنت کی هستا؟ ام او اف هستا. بس دیگه چیزایش نوشته نمیکنی. اوکی کلیک کو، اوکی را کلیک کردی نه اومد اینجا، اوکی کلیک کو یک دانه سل تکس 4% سل تکس امرای ما چی شد؟ اضافه شد. ایر ما دا کجا استفاده میکنیم؟ یک مسئله ما براتون گفتم که همیشه آیتم ما شما جور میگیریم دا ادیت آیتم ما میم دیجا یک کماند بود به نام سل تکس. تکسیبل است یعنی تکسیبل که هستا اینال وقتی که ما با مشتری اینوایس جور میکنیم. مثلا به یک مشتری ما اینوایس پروپوزال رایتینگ جور کردم، این تکسیبل است. اینجا تکسیبل انتخاب کردیم خود هنوز فیصدیش مشخص نیست. چند فیصد؟ 4% خودش ارت میکنه سر ازی 4% 10000 چقدر میشه؟ 400 افغانی. از این باید چقدر پول ما بگیریم؟ 10400. و اگه اینجا فیصدی رو انتخاب کردی اینجا برش نان تکسیبل گفته اتوماتیکلی چی میشه؟ او را کم میکنه از پیش، چون این نان تکسیبل است چرا فیصدی رو چارج کنیم. به اون شکل اگر چندین تکس ما دارم مثلا رایت کلیک کردم این خو یک دانه سنگل تکس بود، یک سنگل تکس دیگر هم جور میکنم. مثلا نوشته کردم که هو به نام سلز تکس بود، این را به نام چی جور میکنم؟ استیت تکس. به طور مثال در افغانستان استیت تکس هست. استیت تکس ما که چند فیصد است؟ این را میتونم نوشته کنم که 2% dash state tax. در پایین هم بیا نوشته کرد 2%. این را به کی پرداخت میکنیم ما؟ به دولت. صحیح است؟ اوکی کلیک کردم. حالا ما چی میکنیم؟ گروپ تکس جور میکنیم. بعضی مشتری است که یا واجد شرایط هم به سل تکس است و هم به استیت تکس است. بعد دویشون باز چی کار میکنیم؟ رایت کلیک میکنیم، نیو انتخاب میکنم. نیو که انتخاب کردم در اینجا میگم سل تکس گروپ جور میکنم. به نام چی؟ به نام توتال تکس. بنامی total tax. یا نوشته میتونی نوشته کنی که 6% total sales tax. صحیح است؟ سل تکس کو ما 6% نداریم، فقط total tax نوشته میکنی. مجموعی تکس 6% که ما سرچ. دیگه کدام آیتم ها includes tax آیتم است؟ 4% هستن و 2% است که مجموع یک جای شد چی شده؟ توتال تکس شده. بعد از او اوکی کلیک کن. حالا اگه ما بیایم در مینوی کاستومرز در اینجا در گریت انوایس در اینجا که بیایم مثلا یک مشتری ما هستن پروپوزال رایتنگ بعد از سر از این تکس بالا است تکس هم چارج میکنیم. چند فیصد؟ 2%، 4%، نه توتال تکس 6% اتوماتیکلی پوری کالکولیت میکنه انجام میکنه. و اینه که ما از مشتری بگیریم اتوماتیکلی میاد کدام جای در اینجا در لیست بیاین در چارت اف اکاونتس یک اکاونت می اتوماتیکلی امرای وقتی که سل تکس ما جور کنه خودش پیدا میشه به نام سل تکس لایبیلیتی. در اینجا بیاین در لایبیلیتی اکاونت بیاین سل تکس پیبل که در حقیقت لایبیلیتی است ما شما اینجا خودش جور میشه. بازی از کجا پیمنت میکنیم ما شما در مینوی ببخشید در مینوی وندرز یک کاماند داریم به نام سل تکس پی سلز تکس. در اینجا من از این طریق ما چی میکنیم؟ پیمنت پر میکنیم. صحیح؟ به این شکل شما میتونین انواع مختلف از چی را از تکس های مختلف چی کنین؟ جور کنین در برنامه. چیزی خود نمانده انشاءالله. تو بعد از چل که دیزی نچلار دیم ام دقیق ایتمون به طول لکم یو شل قسم مثالون خوبت کارو که ورست دلی نو دا کم سیستم باندې موږ مخکلاړو ام دا کویک بوکس پروګرام چې تاسو دغه لپاره بهترین سافټویر د خلک استعمالي ټول دنیا کې کویک بوکس پروګرام د فارماسیوټیکل کمپنی لپاره خلک استعمالي نو تاسو ته استفاده وکړئ. کم مهرباني اتوماتیک ډیسکاونټ قرار دادن چرا نمیدونم نفهمیدم همین که ډیسکاونت اتومات خودش بیشتر از 10000 که بخره اتومات بسازه خوره بعد انتخاب کنی برش دیگه. هر وقت که مثلا کوم فروشات که تو میگی که اتوماتیکلی خودش چیکار نه او قسم نیست. باز یک چیز ما داریم در برنامه کویک بوکس تامینوی لیست به نام پرایس لول لیست. این پرایس لول لیست اتوماتیکلی کار میکنه. این چه قسم کار میکنه؟ ما در اینجا مشتری خود مشخص میکنیم که این مشتری ما که است تاپ مشتری ما است، این مشتری ما که است لور لول میدیم لول مشتری ما است. هر وقت که تاپ مشتری ما است پیش ما خریداری میکنه خدا کنه که 500 افغانی باشه تو باید 5% دیسکاونت در نظر برش بگیری. و این کماند از طریق چی ما انجام میدیم؟ از طریق پرایس لیول لیست. این پرایس لیول لیست چی وقت استفاده میشه؟ وقتی که ما بریم در مینوی در کاستمر سنتر بریم در اینجا نیو مشتری که جور میکنیم در اینجا ببین در پیمنت سیتینگ یک کماند است همراه ما شما به نام پرایس لیول لیست. اینجا ما مشخص میکنیم این تاپ لیول مشتری ماست، این لور لیول، این میدیم لیول. تاپ لیول مشتری که همیشه خریداری میکنه 5% دیسکاونت در نظر بگیری. لور لیول که خریداری میکنه فیکس کاست در نظر بگیر، دیسکاونت 0% دیسکاونت. و میدیم لیول که است 2% دیسکاونت در نظر بگیر. اینو بازوجه در اونجا که است خودت انتخاب میکنی برش. اینجا اتومات خودش اینجا اتومات خودش او د آیتم که از آیتم امور میگه که خودت انتخاب کنی باش باید باش کدام آیتم با کدام مشتری ضرورت است کدام ضروری نیست. خب دوستایی که ویدیوهای ما را از طریق یوتیوب میبینن اگر شما سوال دارین میشه که دمی ویدیو در پایین ویدیو در کامنت نوشته کنین و اگر بازم میخواین که برای ما کدام سوالتون از طریق واتس اپ شریک کنین شماره واتس اپ ماست. اگر چینل یوتیوب ما شما سابسکرایب نکردین چینل یوتیوب ما سابسکرایب کنین و هم آدرس یوتیوب ما ساگه میخواین دیگه ویدیوهای آموزشی ما را پیدا کنین در یوتیوب محمد اسلام سیفزاده نوشته کنین چینل ما باز میشه و در اوج تمام آموزش‌های کامپیوتر ما وجود داره.